آقا پسر و دختر خانمی که با توکل میخوان تو قصه ازدواج برن جلو، قطعا نباید از طریق اینترنت و با بی‌حیایی همدیگر رو پیدا کنن. تو چارچوب خدا برن جلو. چارچوب خدا و اهل بیت چیه؟ دختر باید تو خانه بنشینه، خانواده پسر با احترام بیان ازش خواستگاری کنن. چارچوب الهیه، چارچوب دین خداست، ارزش داره دختر. دختری که تو خیابون انتخابش کنن تو خیابونم ولش میکنن، ارزش داره. توکل پس اولین عنصری که تو امتحانات ما رو کمکمون میکنه اینی که امتحان رو با روشی که خدا گفته انجام بدیم. این معنی توکل ها. و همه تون این آیه رو بلدید: و من یتوکل علی الله فهو حسبه. قطعا خدا ما را بس است. ما نیازی به فرمول دیگران نداریم، ما نیازی به کتابچه راهنمای دیگران نداریم. کتابچه راهنمای خدا ما را بس است، ما را بس است. قرآن ناطق و قرآن صامت ما را بس است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. هر کی با قرآن و اطرت باشه هیچگاه تو هیچ امتحانی راه حل مسئله رو گم نمیکنه. لن تزلوا ابدا معناش اینه تو هیچ امتحانی سردرگم نمیشه، تو هیچ امتحانی به بنبست نمیخوره. هر کی قرآن و اطرت داشته باشه. توکل یعنی اعتماد کنیم به خدا. وکیل یعنی چی؟ ما وکیل میگیریم، میگیم آقا هر چی تو بگی درسته. توکلم معناش اینه که خدایا هر چی تو بگی درسته. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم. معنی توکل اینه. دومین عاملی که توی امتحانات خیلی ما رو کمک میکنه، آی مردم، توسله. توسله به چند چیز. یک، توسل به همین معنایی که تو عرف ما مطرحه. توسل یعنی استفاده کردن از وسیله‌هایی که خدا سفارش کرده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. استفاده از وسیله ها. توسل تو انجام تکالیفمون و تو انجام امتحاناتمون روزه اهل بیت رو یادمون نره. امروز روزه ها فقط توی حرم ها، تو مسجد ها، تو حسینیه هاست. یه نگاه بکنید به 30 سال پیش، 50 سال پیش، روزه ها تو خونه ها هم بود. روزه های تو خونه ها کمرنگ شده. بعد روزه های تو خونه ها را بیفته. خدا بر درجات امام بزرگوارمون بیفزاید. حضرت آیت الله رسولی محلاتی برای خودم فرمودن، خب از یاران امام بودن، فرمودن امام هر وقت گره به کارش میافتاد، هر وقت کاری داشت، هر وقت مسئله مهمی تو مملکت بود، سری مرحوم آقای کوثری رو صدا میزد، دو نفری ها، میگفت آقای کوثری بیا اینجا بشین یه روزه برام بخون. بعد از آقای رسولی محلاتی من پرسیدم امام چه روزه ای رو میگفتن آقای کوثری بخونه؟ میفرمود هر دفعه میگفت روزه عمه ام زینب بخون. روزه گره باز میکنه. توسل به روزه ها مشکل ما رو تو امتحانات حل میکنه. ما 8 سال دفاع مقدس، قطعا یک عامل پیروزیمون روزه ها و گریه ها و عشق ها بود. قطعا شک نکنید. امروز هم حتی برای سربلندی اسلام و دولت اسلامی، نظام اسلامی، باید روزه ها رو داشته باشیم. برای بیرون آمدن سربلند از امتحانات ما توسل به روزه میخوایم، یعنی اهل بیت. دو، توسل به قرآن میخوایم. انس با قرآن کارو حل میکنه. بارها گفته شده برادر و خواهرا، یکی قرآن تو جیبمون داشته باشیم، هر مهلتی گیر آوردیم 2 صفحه قرآن بخونیم، قرآن نوره. کسی که با قرآن زندگی کنه تو چاله نمیفته. توسل به قرآن، همین تلاوتش ها، و رتل القرآن ترتیلا فقرأوا ما تیسر من القرآن. فقط قرآن بخونیم ها. بله به معناش هم توجه بکنیم، تدبرم بکنیم، تفسیرش هم ببینیم، اما از این تلاوته جا نمونیم.
امام رضا ولی نعمت من و شما هر سه روز یه ختم قرآن میکردن، یعنی روزی 10 جز قرآن میخوندن. خب من که شیعه امام رضا هم روزی 1 جز قرآن نخونم؟ توسل به اهل بیت، توسل به قرآن، توسل به نماز، استعینوا بالصبر والصلاة. بزرگان به ما یاد دادن هر وقت مشکلی پیدا کردید سری وضو بگیرید، 2 رکعت نماز بخونید، توسل به نماز، 2 رکعت نماز بخونید، هدیه بکنید به ائمه معصومین علیهم السلام، گره انشالله باز میشه. علماء بزرگ ما مسائل سخت علمیشون رو با 2 رکعت نماز باز میکردن. توسل به نماز. 4، توسل به صدقه. صدقه قوقا میکنه، صدقه جاده باز کنه، صدقه موانع رو برطرف میکنه. امام رضا فرمودن صدقه گره باز کنه، دست خیر داشته باشیم. حاج آقا دستمون تنگه، قرآن گفته همون روزی که دستتون تنگه صدقه بدید، و من قدر علیه رزقه فلینفق. اون روزی که دستتون تنگه صدقه بدید، صدقه کمرنگ نشه مردم، مخصوصا بگردیم گرفتارا رو پیدا بکنیم، مشکل دارا رو پیدا کنیم، اونایی که با عفت نفس زندگی میکنن و مشکل دارن پیدا بکنیم. توسل به صدقه. و 5، توسل به سحرخیزی، نماز شب. خدا به پیغمبر فرمود میخوای امتحانهای سخت رو بتونی جواب بدی، قم اللیل الا قلیلا. بعد فرمود و رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیغمبر اگه میخوای بارای سنگین رو برداری، 2 تا عامل میتونه تو رو تقویتت کنه، یکی نماز شب، یکی انس با قرآن. توسل به نماز شب، ولو شده 5 دقیقه ها، 11 رکعت نماز شب، 11 تا حمده ها. بقیه مخلفات رو حال نداشتید اشکال نداره، فقط 11 رکعت با حمد بخونید ببین چقدر طول میکشه. 6-7 دقیقه طول نمیکشه، ولی بخوانیم گره ها باز میکنه. این عامل دوم توکل و توسل 5 گانه. آخرین عامل رو گفتم و حرفم تمام، دعا. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دعا کنیم مردم. امیرالمؤمنین فرمودن عاجزترین انسان کسی است که از دعا کردنم بخل ببرزه، دعا نکنه. هم خودمون دعا کنیم، هم بگیم دیگران برامون دعا کنن، هم از وجود نازنین امام زمان بخوایم برامون دعا کنه. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یکی از دعاهامون هم باشه که خدا گناهانمون رو بیامرزه تا موانع برطرف بشه. و چقدر خوب بود اگر میتونستم راجع به دعا هم صحبت بکنم، ولی امیرالمؤمنین به من و شما یاد دادن تو دعا بگیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. خدایا بیامرز گناهانی که رابطه بین من و تو رو خراب کرده. تو دعاها بگیم اللهم فقبل عذری ورحم شدتی ورحم. خدایا عذر منو بپذیر. تو دعاها بگم یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا فانک فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا. دعا کنیم و از دعا خسته نشیم تا انشالله تو امتحانات هممون سربلند باشیم. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی اولیاء خودت، به آبروی فاطمه معصومه، به همه ما توفیق سربلندی در امتحانات عنایت بفرما. امشب من میخوام یه روزه‌ای براتون بخونم انشالله با اجازه حضرت معصومه، که هم توش نام امام رضا باشه، هم نام فاطمه زهرا باشه. ما خراسانی ها رسممون بر اینه آخرین شب روزمون رو باید بریم در خونه امام رضا و در خونه مادرشون فاطمه زهرا. ولی مختصرم اشاره میکنم، همه تون میدونید السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. آخر این ماه شهادت ولی نعمتمون امام رضاست یا فاطمه معصومه. ما میگیم شما دوست داشتید برسید به برادرتون امام رضا، ولی اجل مهلت نداد. در قم شما
از دنیا رفتید و حتی به روایتی شاید مسموم شدن بی بی فاطمه معصومه، قصه دار بودن حضرت معصومه چرا به برادرشون امام رضا نرسیدن. ولی من میگم خوب شد نرسید فاطمه معصومه به حرم امام رضا، به طوس و خراسان خوب شد نرسید. میدونید چرا؟ ببخشید منو یا صاحب الزمان، آخه فاطمه معصومه اگه شما میرسیدید به طوس و خراسان باید جان دادن برادر رو تماشا میکردی؟ سخته برا خواهر جان دادن برادر رو تماشا کن. یک خواهر تماشا کرده برا همه عالم بسه. خودم دیدم نوگل زهرا در میان خون دست و پا میزن، شب جمعه با یاد امام رضا از تو حرم فاطمه معصومه بریم کربلا. دستاشو گذاشت رو سرش رو تل زینبیه. بارکلا بینالا. خودم دیدم نو گل زهرا در میان خون دست و پا میزد، سنان بر پلوی او میخورد، مادرم زهرا را صدا میزد، حسین جانم ای حسین جانم، حسین جانم ای حسین جانم ای. وقتی روز یازدهم اومد و هنجر ببریده رو ببوسه زبان حال دختر علیه، داداش دیشب اینجا چه خبر بوده؟ بوی مادرم میاد. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین